برای یک دروغی رو به اسم امامت اومدن اختراع کردن توسط شخص یهودی به نام عبدالله ابن سبأ یهودی. به خود جناب شیخ خدمتی هر جام که گیر کردن اومدن یک دروغ دیگری رو ساختن و بافتن و به خاطر اینکه درآمدی هم داشته باشن از ورای این امامت و این مذهب نو ساخته خودشون اومدن خمس و بعد برای شهوترانی خودشون صیغه و همینطوری تا که رسیدن به امام زمان و این امامتی که این همه مهم بود که حتی خمینی میاد در کتاب کشف الاسرار به پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنه که رسول محبوب اسلام ترسید، صفت خوف و ترس رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میده که ایشون ترسید و امامت رو ابلاغ نکرد. حالا این رو من نشون بدم از کتاب کشف الاسرار، دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن این و در این صفحه 130 این کتاب هست. در مورد قدیر میاد صحبت میکنه که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، در میگه این آیه در قضیه قدیر بود و در اینجا قضیه ابلاغ امامت بود. و در پایان این صفحه مطلبی خیلی زشتی رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میده که از قرائن و نقل احادیث کثیر معلوم میشود که پیامبر در تبلیغ امامت خوف از مردم داشته و اگر کسی رجوع به تواریخ و اخبار کند میفهمد که ترس پیامبر به جا بود. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می ترسید که امامت علی رو در غدیر خم بیاد ابلاغ بکنه. این توهین به پیامبر نیست. این معنیش اینه که این آیه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم مأموریت یافتند، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی ادعای آقای خمینی در رابطه با اینکه پیامبر ترسید، معنی قسمت دومین آیه هست. ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ترسیده و انجام نداده رسالت و وصایت و امامت حضرت علی، در نتیجه رسالت پیامبر ناقص مونده و پیامبر از این که مأموریت یابد که کل رسالت را برساند در اینجا خیانت کرده والعیاذ بالله. و این خود در ذاتی اگر شما معتقد باشید که پیامبر خیانت کرده و رسالت را نرسونده، در این ایده کفر است. برای اینکه پیامبر در حجۃ الوداع، همونطور که در قضیه حدیث قرطاس میگم، پیامبر از عمر، حالا اگر روایت اینا صحیح باشه، ترسید و خلاصه ابلاغ نکرد. ابلاغ نکرد. مهم اینه که عجیب است که چرا پیامبر این واقعی به این مهمی برای آخرین لحظه بگذارد. این یک سوالی است که آقایون جوابی ندارن براش بدهند. اگر برای امامت باشد، برای جانشینی باشد، از اول مهیا شود خطبه. و ما داریم در مرض موت رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیش از در حتی روایتی 65 نماز حضرت ابوبکر را دستور داد که پیش نماز بشود. حضرت ابوبکر پیش. خب اگر بنا بود که علی جانشین شود، اینجا علی اولا بود که آقا این تمرینش بدید بالاخره، یا معرفیش کنید، یا تا این که بویی از جانشینی به مشام بقیه برود که آقا بعد از من اینه، به دلیل اینکه پیامبر دستور داده آقا من که الان ناراحتم نمیتونم بیام مسجد و نماز جماعت را برپا کنم، جانشین من در جماعت علی باشد. چرا نفرمود؟ هیچ روایت هم ندارم آقا. در حالی که ما در باره حضرت ابوبکر ده ها روایت داریم و صحیح هم هست و می ترسم که یتمن نامتمنن بعد از اون کسی بگید که این مال من هست و این من امام می شوم، من خلیفه هستم. و یعب الله و المؤمن در روایت بخاری الا ابوبکر، خدا و رسولش و مؤمنین عبا دارن مگر این که ابوبکر باشه، و ابوبکر هم به حق شد. پس بنابراین بنده یک مقوله از حضرت علی که در رجال کشتی که خدمت جناب شیخ هست هم بارها عرض کردم که حضرت علی فرموده کسی را نبینم که نیاورن نزد من یفضلونی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. آقایون گفتن شما این رو گفتید در نهج البلاغه هست، این رو بیاورید. گفتیم نهج البلاغه ای که دست نخورده بود، نهج البلاغه ای که دست خورده که شما اون رو پاک، و کما این که نصوص رو همیشه تحریف میکنید، یک صفتی از صفت یهود را دارید شما. و خود حضرت علی ابوبکر عمر را بر خود برتر میداند. حالا ما بیاییم فرمایش حضرت علی را نقض کنیم در اینجا و بگوییم که نخیر شما دروغ میگویید، شما بهترید. محمد بن حنفیه میاد میگه که از پدرم پرسیدم
محمد معروف از محمد بن علی، معروف از محمد الحنفیه که مادرش از بنی حنیفه بود. میفرماید که به پدرم حضرت علی عرض کردم که بعد از پیامبر بهترین چه کسانی بودن؟ فرمود ابوبکر. گفتم دیگه کی؟ گفت دیگه عمر. میگه ترسیدم سومی بگم کی بود بگه عثمان. گفتم بابا سومی خودتی دیگه، سومی خودتی. گفت این جواب حضرت علی بیم. گفت من یکی از مسلمانانم، من یکی از مسلمانان هستم. اگر بنا باشد این علی از طرف خداوند معرفی شده باشد، حق ندارد بگد که من نیستم و من نمیشم و من استنکاف میکنم و خودداری میکنم. و باید که لغو دستور حرام است، لغو دستور الهی حرام است، باید قبول کند و خود را ببینید. میگویند که حضرت عمر زمانی که خواستگار دختر حضرت علی ام کلثوم شد، بله، بالاخره حضرت علی پذیرفت. هم آقای قزوینی هم به این اعتراف داره، میگه روایت در رسول کافی هم هست. میگه اول گفت دختر من کوچیکه و به شما جور نمیاد، من نمیدم دختر به شما. حالا که اینطوریه من تو رو تهمت میزنم، دستات رو قطع میکنم که دزدی. من میخوام اینو بگم که میگه علی از ترس این که عمر بهش تهمت بزنه که دزده دست پاش قطع نکنه، گفت حالا باش من پذیرم دختر براش. من عرض کردم که علی نباید دستش قطع میشد، باید پاهاش قطع میشد، باید سرش هم میرفت، ولی ناموسش نمیداد به یک غاصب و کافر و منافق. بله. که در شأن این بزرگوار نیست که به خاطر حفظ. حالا هم اینجا بنده عرض میکنم علی باید سرش میرفت، بالاخره سرش در کوفه به توسط عبدالرحمن بن ملجم مرادی رفت. چه اشکالی داشت؟ این چون غیب میدونست به تعبیر شما، چه اشکالی داشت روز اول به توسط ابوبکر و عمر و عثمان از بین میرفت و باید میایستاد میگفت که من خلیفه ام و من جانشین هستم، ولو این که به حساب جانم تمام شود. پس بنابراین چون که نبوده هم هیچ تقاضایی نکرده و هیچ دلیلی هم برای این نبوده و هرگز هم نفرموده است. این تمام این روایات و احادیثی که گفته می شود دال بر این است که آقا همون اتفاقی که افتاده صحیح بوده، اون چی که اتفاق افتاده همون بوده، ما امامت و جانشینی پیامبر براش نس نداریم، این را خداوند ترک کرده برای خود مسلمون ها که پیامبری که 23 سال در این جمع بود توانست لااقل 23 نفر را تربیت کند که بعداً زمامدار امور مسلمین بعد از خودش باشند. که این را هم شما اگر انکار میکنید دیگه پیامبر را از یک آخوند حوزوی در قم و در نجف هم کمتر پنداختید، به تعبیر مرحوم علامه رادمهر، یا که میفرماید حجت الاسلام رادمهر میگوید که اولین تلنگری که در ذهن من بود این بود که مولانا عمر سربازی به من گفت که شما اگر بنا باشه ابوبکر و عمر و عثمان را منافق و مرتد بدانید، یعنی این که پیامبر والعیاذ بالله مثل حوزه قم نتونست قبولی بده چند تا شاگرد خودش رو نمره عالی و ممتاز بگیره که بعد بتوانن رهبر امت باشند، یعنی مثل قم و مثل نجف قبولی نداده که چند تا آخوند مرتب صادر میکنه میفرسته به این طرف و اون طرف. این یک ترنگونی است که آقایون باید متوجه بشوند در این راستا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آیه واضح هست، یعنی ما موصولیه هست، یعنی اون چه بر تو نازل شد تبلیغ کن. کجا در قرآن امامت علی بر رسول الله نازل شده که کتمان کرده؟ کجاست؟ پس نداریم که تبلیغ نکرده. اگر بود تبلیغ میکرد. ما معتقدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حرف و یک نقطه هم جا نگذاشته مگر این که فرموده است.